سلام، خیلی به ایران خوش اومدی و خیلی خوشحالیم که اینجا میبینیمت. خیلی ممنونم. برای شروع مسابقه دوست دارم که خودت رو برامون معرفی کنی و بگی که چه خصوصیات اخلاقی داری. سیمون کیه؟ سوال خیلی آسونیه. سیمون یه والیبالیسته که تو 11 ژوئن 1987 به دنیا اومده و از 11 سالگی هم وارد والیبال شده و تمام زندگیش از بازی تا تفریحاتش والیبال بوده. Non c'è molto da dire da me, penso che ho fatto la pallavolo fin da piccolo. تو یه مصاحبه گفته بودی که یه بسکتبالیستی هستی که به صورت تصادفی داری والیبال بازی می‌کنی. میشه اینو بیشتر برامون توضیح بدی؟ No giocato basket. وقتی بچه بودم پدر مادرم قرار بود من رو در تیم بسکتبال ثبت نام کنن. وقتی برای ثبت نام رفتیم دیدیم کلاس جا نداره و پر شده. بعد به صورت تصادفی سمت والیبال رفتم و عاشق والیبال شدم. Mi hanno portato a giocare basket. توی مسابقات دیدیم که حالا قبل از شروع مسابقه اغلب روپایی میزنی و یه جوره با توپ فوتبال بازی میکنی. آیا به فوتبال هم علاقه داری؟ نمیدونم روپایی زدنم خوبه یا نه، ولی هر وقت هر فرصتی برام پیش بیاد دوست دارم این کار رو انجام بدم و از دوره نوجوانی به فوتبال علاقه داشتم. طرفدار تیم خاصی هم هستی توی فوتبال؟ بارسلونا. بریم در مورد تیم ملی صحبت کنیم. تیم ملی کوبا، چه زمانی به تیم ملی دعوت شدی و موقع چه شرایطی داشتی؟ من از 17 سالگی به تیم ملی کوبا دعوت شدم و خاطرات بسیار شیرین و خوشی رو در تیم ملی دارم و این اتفاق باعث شد تا زندگی خودم و خانواده‌ام از نظر مالی تغییر کنه و شرایط مالی من بسیار خوب شد. اما 21 ساله که بودم تصمیم گرفتم دیگه برای تیم ملی بازی نکنم، به خاطر اینکه قوانین کوبا اینطوریه که شما اگه برای تیم ملی این کشور بازی بکنید دیگه نمیتونید برای باشگاه‌های سایر کشورها به میدون برید و حرفه‌ای بازی کنید و من دوست داشتم تو باشگاه بازی کنم و مجبور شدم از تیم ملی کنارگیری کنم. اما تو 31 سالگی وقتی شرایط سیاسی کوبا بهتر شد دوباره برگشتم و بازی کردم. چند سال کاپیتان تیم ملی هم بودی؟ میخوام بدونم که یک کاپیتان به نظر چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ من درباره الان نمیتونم صحبت کنم چون کاپیتان نیستم، اما درباره قبل که کاپیتان بودم میتونم بگم که احساس میکنم ویژگی یک کاپیتان خوب اینه که همه مثالش بزنن، تمجیدش بکنن و قابل احترام هم باشه، به طوری که همه براش احترام قائل باشن. لوکاس تو можешь отдать первому темпу Диас и ушёл в край. Данте практически один в один с Симоном разбирался и, конечно, не справился. Рискует. Ну а что делать? И хорошо. Выбивают вверх. Вот сейчас тройной блок должны поставить кубинцы. Да тут забросить. Зачем ты трогаешь его? Ой. Зачем ты его трогал? Загад. Это просто какие-то детские ошибки. Мяч-то в аут, по-моему, летел просто прямым ходом. Ну вот только вышел. Ситуация очень хорошая. Сарашенаси даре. Азумбе ходит. Хуан Торена, Леал, Леон. اگر همه این بازیکن‌های خوب کوبا کنار هم جمع بشن فکر می‌کنم خیلی راحت بتونید قهرمان جهان بشید، ولی خب بازیکن‌ها ترجیح میدن که تو تیم ملی کشورشون بازی نکنن. چرا شرایط اینجوری میشه؟ یه ذره توضیح بدید در خصوص این موضوع. خب ما به تنهایی بازیکنان خیلی خوبی هستیم، اما در هیچ کتابی ننوشته که اگه چندین ستاره کنار یکدیگر باشن تیمی رو قطعا قهرمان جهان میکنن. به هر حال احساس خوب کنار هم بازی کردن و روحیه تیمی داشتن مهمتره، اما به هر حال بله 100% محتمله که اگه کنار هم باشیم شرایط بهتر خواهد بود. در مورد زمانی صحبت کنیم که به تیم ملی برگشتی و اینکه بقیه بازیکن‌ها چه واکنشی داشتن و اینکه آیا ازت استقبال کردن یا نه. در ابتدا بسیار سخت بود و یه مقدار عجیب و غریب بود چون من با نسل جدیدی از بازیکن‌ها روبرو شده بودم که بزرگترینشون 23 سال بیشتر نداشت و در مجموع با زمانی که من در دوره اول حضورم داشتم شرایط خیلی متفاوت بود. خیلی از بازیکنان تیم در سطح بالای بازی نمی کردن و شرایط یه مقدار سخت شده بود. بازیکنی که در سری آ بازی میکرد و تو اوج آمادگیش بود تصمیم میگیره که بیاد تو تیم الریان و در لیگ قطر بازی کنه. دقیقا چه اتفاقی افتاد که این تصمیم رو گرفتی؟
در اصل انتقال من از ایتالیا به قطر ترانسفر محسوب نمیشه. من تو ایتالیا قرارداد داشتم و فقط برای یه تورنمنت از ایتالیا به قطر رفتم. در واقع اینطوری نبود که یک قرارداد رو پایان بدن و یک قرارداد جدید منعقد کنن. سال 2014 تا 2016 توی لیگ کره بازی کردی و پستت رو هم تغییر دادی و در این حال گرونترین بازیکن لیگ کره هم تو اون زمان بودی. در خصوص این تصمیمت با ما صحبت کن. چی شد تصمیم گرفتی در لیگ کره بازی کنی؟ من فکر نمی کنم که گرونترین بازیکن لیگ کره باشم، چون تو اون زمان به سایر بازیکن خارجی لیگ کره هم مثل من پول می دادن. اما دلیل این که من چرا به لیگ کره رفتم، به هر حال تجربه جدید و هیجان انگیزی بود که دوست داشتم تجربه بکنم. کلن ملاک و معیارت برای انتخاب تیمات چیه؟ یه تایمی هم توی سادا کروزیرو در برزیل بازی کردی، الان تصمیم گرفتی به ایران بازی کنی، کلن معیارت و ملاکت برای انتخاب تیمات چیه؟ خب بستگی به پیشنهادم داره. البته به کشوری که تو اونجا بازی خواهم کرد هم بستگی داره. اگه کشور خوبی باشه و پیشنهاد و دستمزد خوبی هم باشه، بله 100% قبول میکنم. لیگ امسال ایتالیا چطور بود؟ تونستین قهرمان بشین؟ خودت هم به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شدی؟ خب میشه گفت که لیگ امسال ایتالیا یکی از سخت‌ترین لیگا بود، چون شرایط خیلی خوبی نداشتن و مصدومیت‌های پیاپی هم پیش اومد. اما ما قوی موندیم و دووم آوردیم و سعی کردیم به هدفمون که پیروزیه دست پیدا کنیم. و خوشحالم که تونستیم در نهایت قهرمان بشیم. یه سوال بپرسیم، یکم شاید فضای مصاحبه اونم عوض بشه. هم تیمیات پوچی صدات میکنن؟ آره 100%. یه مقدار پیچیده است، ولی اصلا دلیلشو نمیدونم. یه بار خوان تورنا من رو پوچی صدا کرد و از اون به بعد همه من رو پوچی صدا کردن. شخصیت خاصیه، معنی خاصی داره یا نه؟ نه واقعا نمیدونم. همتیمیات میگن که خیلی دست و دل باز هم هستی ظاهرن، درسته؟ اگه بگید ولخرج باید بگم که نه اصلا، اما پول به موقع خرج میکنم، برای خودم و خانوادم بیشتر، و اگر بین خودم و خانوادم بخوام انتخاب کنم قطعا برای خانوادم بیشتر خرج میکنم. سیمون کلن آدم خشنیه یا اینکه ظاهرش اینجوری نشون میده؟ از بیرون شاید به نظر عصبی بیام، اما در باطن آدم صبور و خوبی هم، و اگه قلق منو بلد باشین بیشتر با من راحت خواهید بود. با امیر غفور هم همبازی بودی و تونستین که قهرمان جام باشگاه جهان هم بشین. خاطره ای از امیر داری که به ما بگی یا کلا نظر در مورد امیر غفور چیه؟ بزرگترین خاطره ای که از امیر غفور دارم اینه که اون بازیکن خیلی مثبتی بود و بازیکن خیلی خوبی هم بود، اما در دورانی که توی یه تیم با امیر بازی میکردیم تو بازی های زیادی مصدوم بود و خاطره خیلی زیادی از داخل زمین با اون ندارم. اما چیزی که از امیر تو ذهنمه اینه که بازیکن خیلی خوب و مثبتی بود. C'è un sacco di tifosi della tua parte là che rompono il cazzo, quindi. Allora sei italiano. Non ti preoccupare. La voce di Mamoraccio. Sì, bravo, bravo, che ci sono tante persone all'Iran che rompono proprio il cazzo. Hai capito? Rompono il cazzo. Oh, dove si Iran? Dove si Iran? Dove si Iran? Iran è qua. Guardalo qui. Salutate. Ciao! La voce di Mamoraccio. Grande cazzo. Siamo così, siamo bravi. Buonanotte. توی ایتالیا دو تا رستوران هم داری، کلن به غذا علاقه داری یا صرفا نگاه اقتصادی داری به این قضیه؟ خب هر چیزی که به شکم ربط داشته باشه برای منم خیلی جذابه. و خب از طرفی هم وقتی پول در میاریم باید اونو یه جا سرمایه گذاری کنیم دیگه. بنابراین فکر میکنم که هر دو موردی که گفتین تاثیرگذار باشه. اینه هم به خاطر بحث اقتصادی بود و هم علاقه شخصی خودم به غذا. والیبال برای سیمون چه مفهومی داره؟ والیبال یعنی تمام زندگیم. والیبال تنها چیزیه که میتونم به خوبی انجامش بدم. و خیلی خوشحالم که تصمیم گرفتم والیبالیست بشم. همه چیز من والیباله.
چه آرزوی والیبالی داری که هنوز بهش نرسیدی؟ بازی تو المپیک. این تنها چیزیه که بهش نرسیدم. و فکر میکنی بهش برسی؟ ما 100% تلاشمونو میکنیم. در قبال گرفتن چه چیزی حاضری والیبالو کنار بذاری؟ اگه پول زیادی به من بدن میتونم بگم که بله حاضرم والیبالو کنار بذارم. در واقع این تصمیمیه که میتونم بگم الان توی این سن میتونم بگیرم، چون عمر والیبال من زیاد نخواهد بود. من همین الان 34 سالمه و مدت زیادی دیگه نیستش که بتونم والیبال بازی کنم. بنابراین اگه کسی به من پول زیادی بده میتونم به کنار گذاشتن والیبالم فکر بکنم. دوست داشتی با چه مربی کار کنی که نتونستی؟ آنجلو لورنزتی فکر میکنم مربی خیلی خوبیه و اگه برای اون بازی کنم چیزای زیادی ازش یاد میگیرم. در واقع تو مدتی که ایتالیا بودم دیدم که زحمات خیلی زیادی برای والیبال میکشه و دوست دارم یه روز براش بازی کنم. نظر در مورد ایران چیه و قبل از اینکه بیای ایران چه چیزایی در مورد کشور ما شنیده بودی؟ من قبل از اینکه بیام ایران چیزای زیادی از کشورتون نمیدونستم، اما وقتی پیشنهادی از ایران دریافت کردم چند تا دوستان بهم گفتن که جو استادیوم‌های ایران فوق‌العاده جذابه و به خاطر همین گفتم این پیشنهاد رو قبول کنم تا بتونم تو همچین فضایی بازی بکنم. anche perché vengo per giocare a pallavolo, non vengo per niente altro. آیا زانرو دچار معصومیت شده؟ چون شنیدم که هر ماه یا هر دو ماه یه بار تزریق میکنی تا بتونی که راحت‌تر بازی کنی. من آسیب دیدگی زانو دارم، اما تزریق خاصی انجام ندادم و نمیدم و تحت کنترل درمانی دارویی هستم. مثلا بروفن مصرف میکنم. دو تا عمل جراحی تو سن 19 سالگی و 27 سالگی داشتم و سعی میکنم مراقب زانوی خودم باشم و اون رو در بهترین شرایط ممکن نگه دارم. 15 سالی لاتر کانو شاوو 26-27. چقدر تونستی درس بخونی و تا کجا ادامه تحصیل دادی با توجه به اینکه خب والیبال رو خیلی زود شروع کردی و خیلی زود هم حرفه‌ای شدی؟ این رو بدونید که ورزش کردن تو کوبا به صورت اجباری همراه با تحصیله. من در رشته تربیت بدنی درس خوندم و رشته تخصصی من تراپی و تمرین بود. Dopo non ho studiato più. Voglio studiare un pochino perché è sempre buono studiare qualcosina. به عنوان سوال آخر میخوام که تیم منتخبت رو به ما معرفی کنی. با ذکر این نکته که نیمیر عبدالعزیز وقتی داشت تیمش رو انتخاب میکرد تو رو تو ترکیب قرار داده بود. Devi scegliere lui forse vogliono dire. دوست ندارم در این باره صحبت کنم چون با بازیکنان فوق‌العاده خوبی کار کردم، اما اگه مجبور باشم اینو انتخاب کنم و انجام بدم باید بگم که خب مدافع لیسیناچ و سوله، دریافت کننده لئال لئون، پشت خط زن سوکولوف، لیبرو گربنیکوف و پاسور دچکو. بازیکن رو از ایران انتخاب نکردی توی این تیم و حتی اسم خودت هم نبود. Come ho detto non mi piace fare questo perché ci sono tanti giocatori forti, quindi non è questione, ci sono. این دقیقا دلیلی بودش که من نمیخواستم تیم رویاییم رو انتخاب کنم. همه میپرسن چرا این بازیکن رو نذاشتی؟ چرا اون بازیکن رو گذاشتی؟ چرا این بازیکن از ایران انتخاب نکردی؟ فکر میکنم این انتخاب شخصی هم و اینقدر تعداد بازیکنان خوب والیبال زیادن که نمیشه توی لیست محدود همه اونا رو انتخاب کرد. خیلی ازت ممنونم که وقت تو در اختیار ما قرار دادی.